محمد ماشینچیان پژوهشگر ارشد حکمرانی در دانشگاه پیتسبورگ از پنسیلوانیا با من هستن. آقای ماشینچیان، خب ابتدا ارزیابی شما رو بشنویم از این اعطای مجوز برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه. اول اینکه ساختار حکمرانی در جمهوری اسلامی اونقدر معیوب و ناکارآمده که دولت و مجلس انقلابی دست در دست یکدیگر قادر نیستند از قوانینی که خودشون وضع کردند پیروی کنند و هر قدمی که برمی‌دارند ناچارند که به اقدامات فراقانونی رو بیارند و استثناء وضع کنند. حکومتی که خودش قادر نیست در چارچوب قوانین و مصوبات فعالیت کنه چطور به خودش اجازه میده که مردم رو به پیروی از قوانین ناپخته و غیر اصولیش مجبور کنه؟ دوم اینکه مجوز برداشت از صندوق توسعه ملی برای جبران کسری بودجه گسترش قدرت نمایی آقای خامنه ای در مسائل اجرایی کشور. برداشت از صندوق در قانون بودجه تصویب نشد، خاطرتون هست، اما دولت همون موقع گفت که ما از رهبر اجازه گرفتیم و برداشت خواهیم کرد، حالا یا منابعش رو کاهش خواهیم داد. لذا الان چرخ دولت رسما با اذن و اراده و لطف و اجازه رهبر میچرخه. سوم اینکه تاراج تهماندهی صندوق شکاف کسری بودجه دولت رو پر نخواهد کرد. سال آینده ملت ایران هم مالیات چند برابر خواهد پرداخت، هم قدرت خرید و رفاهش نصف خواهد شد حداقل، و هم دارایی و سرمایه‌اش بیش از پیش به یغما خواهد رفت. اما آخرش هیچ یک از بحران‌های اساسی کشور حل نخواهد شد. درد اینجاست به نظر من. آقای ماشینچیان، منابع صندوق توسعه باید برای سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشور استفاده بشه. خب این وضعیت فعلی صندوق چه تبعاتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت؟ نکته ای که سیاستمداران جمهوری اسلامی هرگز درک نکردند این است که نفت به عنوان نمونه ثروت نیست، بلکه سرمایه است. در صورتی که این سرمایه، یعنی درآمدهای نفتی و نظایر اینها، سرمایه گذاری بشه و به سود برسه، به اون سود میگیم ثروت. سرمایه رو نباید خرج هزینه‌های جاری و روزمره کنیم. این دارایی باید سرمایه گذاری بشه، به بار بشینه، به سود برسه و اون وقت سود به دست آمده رو میشه خرج کرد. سنگ بنای صندوق توسعه و قبل از اون حساب ذخیره ارزی و غیره این بوده و اصولاً برداشت از صندوق برای تأمین کسری بودجه یا کاهش منابع صندوق برای تأمین کسری بودجه نه فقط ممنوعه، بلکه بدترین کار ممکنه. ببینید، دولت داره بیش از دخلش خرج میکنه، حاضر به تغییر رویه و تعدیل این مخارج نیست. در عوض نه تنها فشار مالیاتی رو بر شهروندان گرفتار ایرانی چند برابر کرده، بلکه داره سرمایه این ملت رو صرف ولخرجی ها و ناکارآمدی های روزمرهش میکنه. آقای رئیسی و مخبر و فرزین و خاندوزی هم مثل احمدی نژاد و مشایی و روحانی و جهانگیری و دیگر اسلافشون خواهند رفت، اما این آتشی که دارن به سرمایه و دارایی مردم ایران میزنند قابل جبران نیست. الان ارزش صندوق عربستان بیش از 700 میلیارد دلار، دارایی صندوق ما 10 میلیارد دلار هم نیست. اما همین تهماندهی ناچیز رو هم ملاحظه میکنید که دارن منابعی که قرار بهش اضافه بشه رو کاهش میدن و بهش آتش میزنن. اتفاقی که داره میفته باور من اتفاق مهمیه. ممنون محمد ماشینچیان، پژوهشگر ارشد حکمرانی، ممنون که با من بودین.